خب بچه عزیز، کلیپ اتوبوس رو دیدین؟ ما داریم، چون شما یواش یواش داریم میرین توی حروف الف با بر خوندین، الف خوندین، شاد سین خوندین، تر خوندین، ما یواش یواش میخوام حروف رو بهتون بگیم که بعضی کلمه ها رو به راحتی بخونید. یکی از بچه های عزیز کلاس یک دو رو من صدا کنم. آقای مقدم درخواست صدا و تصویر دادم. سلام آقای مقدم، تصویر درخواست صدا و تصویر دادم. فکر میکنم نمیتونین وصل بشین. ببینیم، آها اومدش. آقا سلام، صبحت بخیر، صورتت قشنگ ببینم. آفرین، حالت خوب پسرم؟ من صدام بهت دادم و صداتو ندارم. صداتو ندارم پسرم. یه بار دیگه من صدا دادم، صداتو ندارم. آقای مقدم صحبت کن. صداتون رو ندارم، صدا از طرف شما قطعه. یه بار دیگه صدا رو فرستادم. آقای مقدم صدای من رو داری؟ صحبت کن. ببین بلنگوی خونه خودتون، دستگاه خودتون قطعه. سلام گلم، الان درست شد. خب پسر گلم خوبی؟ صبحت بخیر. امروز درس چی داری؟ درست می شده خانم، صدام درست می شد، اما شما قطعش می کردید، دوباره صدا می دادید قطع می شد. صحبت نمی کنی، گفتم شاید آخه ما یه وقته اجازه داریم تو بلنگو دست بزنیم که صدای شما پخشه. خب پسر خوبم، امروز چه درسی دادی؟ امروز چه درسی دادی؟ امروز درس قطار. درس؟ اتوبوس الف عربی، اتوبوس الف بای عربی. خب پسر خوبم، شما تکالیف تو ارسال کردی؟ بله؟ من ارسال نه. حتما ما ارسال کنی. بزرگترای خونه سلام، ما از اول درس قرآن، یعنی درس اول کامل دادیم، درس دوم هم تا آخر صفحه 22 تدریس شده و تکالیف هم من تو کانال پایه اول فرستادم. بچه ها، خیلی از بچه ها تکالیفشون ارسال کردن، من براشون ستاره گذاشتم و به 10 ستاره بعضی هم رسیدن، اما بعضی رو نفرستادن. ما چون سنجش برشنه بزرگتره عزیز، چون میخوام سنجش یه کارنامه این 2-3 ماهی که فرزندانتون چگونه هستن برای شما بفرستیم، باید تمرینات رو داشته باشیم، صدای ویسایشون رو، صدا که شعر سوره است، داستان نان، داستان اون سوالات آب، اینا همه رو باید داشته باشیم. آقای مقدم شما میتونی به سوره کوثر رو بخونی؟ آقای مقدم سوره کوثر رو خیلی حفظ میکنم، چند روز که تمرین میکنم خب با هم یادم میره بعضی روزا. مثلا الان با هم بخونی؟ اعوذ بالله، بخونی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. با بسم قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا رحمان رحیم. خب حالا انا اینا کوثر اعطینا کوثر اینا اعطینا کوثر. خب فصل کوثر فصل رب کر ونهر فصل رب کر ونهر. خب انا شانه اکه هول ابتر صدق الله شانه اکه هول ابتر صدق الله العلی العظیم. پسر معلوم تمرین شبا نمی کنه. من نگفتم هر روز دو تا سوره رو. پسر خوبم، هر روز دو تا سوره توحید و کوثر رو باید حتما تمرین تکرار کنی.
پسر من میخوام برای تو ستاره بزنم، کارنامه سنجش بدم، حتما میخوام. ممنون ازت که گفتی، قربونه باشد بشم، با شما خداحافظی میکنم، اما تو کلاس باش، بعضی بچه سوره کوثر رو میخونم بلد بشی. آقای شاه محمدی سلام. آقای شاه محمدی سلام. آقای مریض چی هم میتونی؟ سلام. سلام خوبی؟ بله خوبم. آقای مریض چی، من صدا بهت ندادم که تا این دوستت آقایه برخواستم تصویرت باشه. آقای شاه محمدی سوره کوثر رو میخونین دوست آقای مقدم یاد بگیره؟ بله. بفرما. آقای شیطان رجون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اتنافا توفیر مسله لورم بسن ونهر مفری چانه تر و بر افر صدقه قاطی نکنم بهتون صدقه. خیلی خوشگل خوندی. بسرم امروز درس چی داشتیم؟ درس آقای شاه محمدی بگه. اتوبوس آفرین. خیلی خوب بود. شما تکالیف تو فرستادی؟ بله. خب چند تا ستاره داشتی؟ 9 تا. آفرین. امروز شدی 10 تا. امروز شدی چند تا؟ 10 تا. دهمی ستاره طلاییه. آفرین پسرم. تو کلاس حضور داشته بود از دوستت سوال کنم. آقای مویز چی؟ سلام. سلام. پسر خوبم. صبح از خواب بلند شدی بسم الله گفتی؟ اگه نه بچه های کلاس اگه نگفتین و گفتیم الان ما هم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. پری گلم پسرم شما میتونی سوره کوثر رو بخونی؟ بله. بفرمایی. بسم الله الرحمن الرحیم. این اتناس هست کوثر و سر برم زنهر. این این نشانه که ها به ابتر. فرین صدق الله العلی العظیم. بسرم تکالیف تو فرستادی؟ تکالیف هم بله. چند تا ستاره داری؟ یادم نمیاد. خب بسرم الان تکالیف تو من اگر فرستادی باید تو 10 تا ستاره بشی. چه قشنگ خوندی سوره کوثر تو. درسی که امروز دادیم چه درسی بود؟ درس اتوبوس. البته اینکه قطعه شدن زیاد نفهمده. اتوبوس الف بای عربی. خب آقای شمشکی چرا قطع کردی تصویر تو؟ با شما آقای مرویسی خداحافظی میکنم. آقای شمشکی سلام. بعضی بچه ها رو تصویر میارم، بعضی بچه ها رو صدا تصویر میارم. دوستشون رو ببینید. آی شمشکی من دوباره برای شما درخواست دادم. سلام. سلام. ببین بلنگو صدا. سب کنید. یکم کم کردم. حالا سوره توحید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
آفرین پسر شما تکالی دادی؟ بله. چند تا ستاره نمیدونم ولی حدودا 7 8 تا داشتم. الان کلاس باش. سلام بزرگترهای بچه های خوب کلاس 1-2. تکالیف بچه ها رو که من استیکر می نویسم یا می نویسم آفرین. سلام بزرگترهای یه لحظه صحبت نکن تا بعد من حرفم تموم شه. من تکالیف بچه ها رو که می بینم استیکر می زنم یا آفرین یا احسن حتما برای بچه ها خونده شه، چون بچه ها ذوق و علاقه شون نسبت به این چیزا برای یادگیری درس عالی میشه. و خواهش مندم تکالیف بچه ها رو، چون ما دو تا درس رو دادیم، درس اول کامل، درس دوم هم تا آخر صفحه 29 تدریس شده و من تکالیف رو تو پایه کانال اول گذاشتم، حتما همه عزیزان برای فرزندانشون هر کاری انجام میدن، سوال پرسش پاسخ، داستان نان، نمت آب و توضیح میدن، باید تکالیف ارسال بشه، چون ما میخوایم یه سنجش این دو سه ماه رو بدیم که فرزندان تو چگونه است. من دوست دارم که بچه ها همه عالی بشن، نه که یکی بگم قابل قبول، یکی بگم خوب. میخوام همه بچه ها، الحمدلله همه کلاس اولمون در سطح بالایی هستن، اما تمریناتی که بچه ها، وایس هایی که از بچه ها میفرستید، اینا تاثیرات زیادی در سنجش داره که ما بدونیم که بچه ها خونه حتما کار میکنن. آقای اصغری سلام. آقای اصغری سلام. خوبی آقای اصغری؟ آقای اصغری صداتو ندارم. مامان بگو صداتو بس کنه. آقای اصغری صداتو مامان بس کنه. بس که قطع شد. آقای اصغری من صدا دادم، درخواست صدا. ببینم آقای اصغری صداتون رو داری؟ صدای منو داری پسرم؟ حالت خوبه؟ پسرم از داستان نان چی فهمیدی؟ میتونی توضیح بدی؟ کوچولو یه کوچولو توضیح بدی؟ آقای اصغری؟ آقای علیزاده. آقای علیزاده سلام. آقای اصغری قطع صدا خوده شد. امروز بچه یه خوده چون بارون میاد صدا قطع بس میشه. آقای علیزاده سلام. سلام. خب قشنگ بشی من ببینم، رو صندلیت بشین. آفرین گلم، یه نفس عمیق بکش. امروز چه درسی دادین؟ الفبای عربی. بچه های عزیز من یه بار دیگه میذارم همه تون ببینین. علیزاده شما هم ببین. باشه من ندیم. یه بار دیگه میذارم اتوبوس ببینین. ببینم اتوبوس کجاست. خب بچه ها اتوبوس یه بار دیگه ببینی. و این چهار تا فرد زبان فارسی هستش.
سفر شدن. اون قسمت اول داستانه. ممنون از اینکه گوش خب آقای علیزاده صدای منو داری؟ آقای علیزاده صدای منو داری؟ آقای علیزاده بله من صدا دادم به شما، من صدای شما رو ندارم. آه. الان خوب. آقای علیزاده سوره کوثر رو بخون. سوره کوثر؟ بله. نام سیدان رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیتینا که کوثر و سلیر را بکول هل این نسانه که هور ابتر صدق الله العلی العظیم. خیلی قشنگ و واضح خوندی. شما تکالیفی تو برای من ارسال کردی؟ بله. همشو؟ بله. خب من یه سوال دیگه از دوست دیگه بکنم با شما خدافظی کنم. ده. تو کلاس حضور داشته باشم. از کلاس بچه بیرون نرینا. آقای محمدی سلام. آقای محمدی حضور تو اعلام کن. آقای محمدی آقای محمدی آقای محمدی حضورتون اعلام کنین. آقای محمدی پس یکی از بچه های دیگه باید حضورشون رو اعلام کنه. خب آقای محمدی هم که قطع صدا و تصویر داریم. آقای سربالاوند سلام. آقای سربالاوند سلام. صدا سلام. سلام گلم چطوری؟ خوبی؟ صبحت بخیر. صبح شما بخیر. سلامت باشی. صبح از خواب بلند شدی گفتی چی؟ بسم الله. و به پدر و مادر گفتی چی؟ ولی نگفتم امروز. خب الان بگو. آفرین که راستگویی تو. بگو بسم الله الرحمن. بچه های کلاس همه با هم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا پسرم این تصاویر رو نگاه کن. این که من نشون میدم تصویرو که از اون بالا مثل آبشار میریزه این نعمت اسمش چیه؟ آب. آب. شما برای اینکه این آبو از آب چه فایده هایی آب چه فایده هایی برای ما داره؟ آب ما میتونیم بخوریمش، ما میتونیم دست ما رو باش بشوریم. آفرین آفرین. میتونیم ازش مثلا چیزای دیگه درست کنیم. آفرین. سوال بعد خیلی خوبه. سوال بعدی چگونه میتوانیم این نعمت خدا را حفظ و نگهداری کنیم؟ سوال سوم میشه. میتونیم مثلا آب و هدر ندیم زیاد. ندیم. از بیرونیم دستمون رو میشونیم شیر آب باز نذاریم. میتونیم مسواک میزنیم شیر آب رو ببندیم با یه لیوان آب بریزیم شیر آب بسته باشه. خب پسرم این جمله رو پایین صفحه نوشته کامل کنین. خدا آب را آفرید تا ما زنده باشیم. زنده باشیم. شما تکالیفتو فرستادی پسرم سر بالا بند؟ بله. همشو چند تا ستاره داری؟ 9 تا. شدی 10 تا. سوره کوثر هم بخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعتناک الکوثر فصلی لربک و الهی انا شانک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. خیلی خوشگل خوندی. امروز درسی که دادیم چی بود اسمش؟ درس قطار اتوبوس الفبای عربی. آفرین. خیلی ممنون از شما. تو کلاس حضور داشته باش. دانش آموز دیگر سال. آقای اسکندری سلام. آقای اسکندری سلام. سلام گلم چطوری؟ آقای اسکندری خوبی؟ خوبم. قربونت بشم. صبح بلند شدی بسم الله گفتی؟ بله.
آفرین. بعد به مامان و بابا گفتی چی؟ صبح بخیر. صبح بخیر. آفرین. قبل از صبحانه گفتی چی؟ گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. و بعد از صبحانه؟ اهلم الحمدلله. آفرین گلم. شما آیا تکالیف کلن فرستادی همه رو؟ نه. هست که میخوام کارنامه سنجش این سه ما رو بدیم. مامان عزیز که گوش میکنی، همه مامانای عزیز، حتما به خاطر بچه هامون این تکالیف، چون ما باید بینیم تو خونه آیا کار انجام میشه، وایس صداهای سوره هاشون، شعر هاشون و تکالیف هم، حتی این درس آبم که الان من دوست قبلی پرسیدم، پسر عزیزم پرسیدم، گفتم ما پسرای خوب سوالا رو مامان میخونه، پسرای خوب پاسخ میدن و شما هم زحمت میکشین مینویسید و عکس میگیرین ارسال میکنین، حتی داستان نانم همینجا. آقای اسکندری شما من آیه که میخونم ادامه بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. خب عزیز من، مامان نباید کمک کنه که، شما باید هر روز موقع خواب سوره ها رو تکرار کنی. یه شب سوره توحید رو تکرار کن با یه شعر، یه بار یه شب هم دیگه هم سوره کوثر تکرار کنید با یه شعر خودش. پسرم منتظرم که تکالیف رو ارسال کنی. با شما خداحافظی میکنم، اما تو کلاس باش. آقای اشراقی سلام. آقای اشراقی، آقای اشراقی سلام. آقای اشراقی حضورتون اعلام کنیم. سلام گلم، چطوری؟ خوبی پسرم؟ صبحت بخیر. این چیزی که از آسمون از دیشب تا الان میباره اسمش چیه؟ بارون. بارون. بارون چیه خداست؟ نعمت خدا. آفرین گلم، خیلی. من سه تا نعمت نام میبرم، سه تا شما بگو. خورشید، ماه، چشم. دست پا، در، مو. سه تا شد، خیلی عالی. سوره توحید رو برام بخون سریع. بسم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. آفرین پسرم. بچه هایی که قبل از بسم الله اعوذ بالله من الشیطان شروع میگن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگن، ستاره هاشون میرن بالا. آیا اشراقی تکالیف ارسال کردی؟ بله. همشو؟ پس اگه همشو فرست، کسانی که همشو ارسال کرده و سالایی که تو اسکای روم ازتون میشه باید 10 ستاره باشن. با شما خداحافظی میکنم، اما تو کلاس اسماعیلی. آیا اسماعیلی سلام، صداتو ندارم. سلام نداری؟ الان اومد. پسرم این سفر رو نگاه کن، تو مانیتور نگاه کن. این علی و زهرا اومدن تو حیات چیکار کنن؟ اومدن اینجا اینجا داره از آسمون بارون میاد. خب بارون چیه خداست؟ بارون نعمت خداست. بله. حالا علی و زهرا اومدن تو حیات نعمتهای خدا رو بشمارن. آیا میشه؟ میشه دونه دونه بارون شمرد؟
میشه؟ بله. نه نمیشه. میشه دونه دونه یه باقه گیلاس بدم بگم برو بشمار؟ نه. نمیشه. علی و زهرا اومدن تو حیاط گفتن آب و خدا آفریده، بارون و از آسمون که میاد آب ما میخوریم، بارون دیگه، باز خدای نعمته به ماده. سیبا رو میخواستن بشمارن، سنجاقکا رو بشمارن، دیدن نمیشه. یه آیه نازل شد، اون بالای صفحه نوشته سنجاقکا رو که میشه شمار. اینجا سنجاقکا دو تا از پرنده، یه اینجا پنج تا سیبه با یه ماهی. خب حالا این یه قسمت صفحه عکس گرفته شده نشون میده همه نعمت های خدا رو میشه شما؟ همه شون رو نمیتونیم. اما آیه بالای گفته وش کرو اینجا نعمت الله از خدا تشکر میکنه به خاطر نعمت هایی که زیادی داده. پسرم باید خوب دقت کنید، تصاویر رو همیشه خوب نگاه کنید. ما گفتیم برای اینکه نمیتونیم همه نه، مثلا برنجا رو میتونیم دونه دونه بشماریم؟ بابا جان نه، نمیتونیم. پس میگیم وشکرو نعمت الله. یعنی حالا سوره توحید رو بخون. سوره توحید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو والله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آقای داودی رو گفتم فعلا تصویرش شد. آقای اسماعیلی شما اونجا باید لم یلد ولم یولد بگی. وقتی رو مبل لم میدی میگی لم دیگه، درسته؟ لم دادم مامان. حالا توی این آیه باید بگی لم یلد ولم یولد. تکالی به تو فرستادی آقای اسماعیلی جان. بابا بزرگم برم بابوزه مطلقت الان یادم رفت. آفرین، سلام بابا بزرگت برسه. آفرین به این بابا بزرگ. هم نماز شب میخونه، نماز صبح میخونه و نماز ظهر. چقدر به سر خوبم، خیلی احترامش داشته باش. خانواده ما بزرگترها، تو بزرگترهای خانواده رو باید خیلی احترامش. از شما خداحافظی میکنم، خیلی خوب بود. تکالیم تو حتما مامان جان ارسال کنید. آقای چی خب بچه محبوب فرد. سلام بفرمایید. سلام. سلام، چطوری؟ خوبی؟ صحبت بخیر. آیا روزتو با بسم الله شروع کردی؟ بله. آفرین. بعد از بسم الله به مامان بابا گفتی چی؟ سلام. آفرین. سلام چی میاره؟ سلامتی. میتونی راجع به این تصویر توضیح بدی؟ بله. بفرمایی. قربونت بشم که میگی بله. علی و زهرا با هم اومدن نعمتهای خدا رو بشمارن ولی دیدن نتونستن. بارون رو بشمارن که نعمت خداست، سیب رو بشمارن که نعمت خداست. بعدش گفتم وشکرو نعمت الله. خیلی عالی بودی. آیا تکالیفی تو برای من ارسال کردی؟ بله. چند تا ستاره من گرفتی؟ حتماً نمیدونم چند تا. حتماً بزرگترهای عزیز ستاره های بچه ها رو بخونن بگن برشون. خانم سلام خواهد سلام شعر چیزم براتون فرستاد، اون شعری که باید خوشم اسم میذاشتن زهرای کوثر آمد. بله فرستاده دیگه، اون مزرعه هرم فرستاده دیگه، تکلیف دیگه میکنه. ایشون من ببینم ستاره هاش میشه 10 تا. بله شما هنوز ندیدین. من از همکاری شما و دوای عزیز تکرم نمیدونم چند تا الان شدی 10 تا. پسرم محبوب فرد شد 10 تا ستاره. با شما خداحافظی میکنم. یه بار دیگه با بزرگترهای عزیزم سلام میکنم. ازتون میخوام
که این تکالیف بچه ها رو همه بیشتری ها ارسال کردن، تکی توکی هستن که نصفه ارسال کردن. خواهشمندم هر قسمتی که من تایید میکنم آفرین احسن استیکر میزنم، همه اینا رو برای بچه ها بخونین و نشان بدید و ستارش هم پایینش من میزنم. گاهی فقط یه سلام مینویسم، چون من دونه دونه اینا رو باید تکالیف بچه ها رو بخونم که حقی ازشون ضایع نشم. در این سوال و پرسش هم در اسکای روم خودش تاثیر داره، در اون کارنامه سنجش. ما کارنامه سنجش انشالله تا شنبه واسهتون ارسال میکنیم. از همگیتون ممنون. میریم آقای زرگرزاد. سلام. آقای زرگرزاد سلام. سلام، چطوری؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ صبحت بخیر. آفرین. چه پسر خوبی. پسر خوبم، این تصویر نگاه کن. یه خلاصه بگو چی فهمیدی از این داستان؟ کاش بارون اومد، بردشون فروش خوردن. خب، دیگه چی؟ اون درست بارون اومد. از اول درست بگیم. مثلا خوشگل برای من تعریف کن. ببین اینجوری اول تعریف کن قشنگ. زرگرزاد گوشت با من هست؟ مثلا وقتی میخواد داستانی رو تعریف کنه بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یه روز یه کشاورزه اومد زمین رو چوب زد، دونه‌های گندم رو ریخت. بده و خانم چی میگه؟ پسر گلم میفهمه پسرم عزیزم. آقای زرگرزاد وقتی که میگی یه کشاورزه یه روز اومد زمین رو شخ زد و گندما رو دونای گندم اینا تو کیسه آبی در میانه میپاشه رو زمینی که شخ زده، میره خونش تو اون کلبه اون بالا میبینی دعا میکنه که بارون بیاد. حالا توضیح بده بقیهشو. تصویر دوم چی میگه سمت چپ؟ وقتی بارون بیاد چی میشه؟ میبره گندم رو روش میکنم، میبره میخوره، میبره میده سیابان آرد میکنه. آیا گندم های درسته رو میشه تو تنور بندازی بپزه؟ نه نمیشه. پس آقای کشاورز گندم ها رو داد، دونای گندم رو داد به آسیابان، آسیابان آردش کرد داد به نونوا. علی اومد گفت چی؟ علی اومد گفت چی؟ و آقای نونوا گفت چی؟ دفعه آقای نونوا چی گفت؟ گفت آقا سلام، من یه نون میخوام. درسته؟ من یه نون. خب علی نون آورد کجا؟ تصویر آخری نگاه کن پایین صفحه. خونه. ولی قبل از اینکه بخورن گفتن چی؟ بسم الله رحمان رحیم. آفرین. پس در سفره بعد از صبحانه خوردن گفتن بسم الله. آخرش آخر غذا خوردن گفتن چی؟ شکر. پسرم یه خجالت میکشه که درست حرف بزن. آقای زرگرزاد من دوباره از شما میخوام حتما تکالیف ارسال شه. ممنون از پسر گلم. آقای قاضی نژاد سلام. آقای قاضی نجات سلام. سلام گلم. چه با مزه آقای قاضی نجات. خوبی؟ صدای منو داری؟ آره؟ بله بله بله. خب پسرم میتونی داستان نانو بگی که دوستای دیگت هم بشنون؟ بفرما. یه آقایی بود که کشاورز بود، داشت دونه های گندم رو میکارید. بارون اومد، آقا کشاورز اومد دیدش روح کرده، بعدش تبدیل شد به نون. تبدیل شد به چی؟ نون. تبدیل شد به گندم. خب گندما رو داد کشاورز به کی آردش کنه؟
تصویرتون رفت بزن. نان با آردش کرد، خمیرش کرد، حالا شد نون، بهشم همه سر صفره نشستم، شونه خونم، گفتم که بله. خدای شکر. آفرین، ما به خاطر همه نعمت آقای قاضی نژاد، ما به خاطر همه نعمتایی که خدا بهمون داده که نمیتونیم بشماریمش میگیم چی؟ میگیم و نعمت آلو وشکرو وشکرو نعمت آلو. آفرین، خیلی قشنگ توضیح دادی. میشه سوره کوثر رو بخونی؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک کوثر فصل ربک ونهی ان شانئک هو الابتر. آفرین گلم، خیلی عالی. آیا تکالیفت ارسال کردی قاضی نژاد؟ بله. همشو؟ ستاره تا بود؟ نه تا ستاره داشتی؟ چند تا ستاره داشتی؟ نه تا. نه تا. الان شدی 10 تا. مرسی. تا این ستاره آخری، ستاره طلایی که بعدا راجبش صحبت میکنی. مامان عزیز، پسرم 10 تا ستاره گرفته، یعنی پسرم یک کلاس خیلی ستاره های زیادی گرفتن. مامان عزیز مبارک باشه. ممنون از شما. خب تو کلاس حضور داشته باش پسرم. آقای محمد یحیی احمدی. آقای محمد یحیی احمدی سلام. آقای معمار نژادم فقط تصویر سلام پسرم. محمد یحیی خوبی؟ بله. خب ببینم کی صداش. آقای نرسه، من آقای معمار نژاد فقط تصویر شو پلن باشه. بلندگوی شما صدا داره آقای محمد یحیی. محمد یحیی صدای منو داری؟ بله. آقای محمد یحیی صدای منو داری؟ من دوباره تصویر صدا رو بگیرم دوباره بگم بیای. آقای محمد یحیی. خب آقای معمار نژاد رو صدا میدیم تا آقای محمد یحیی احمدی صدا و تصویرش. خانم من میخوام براتون سوره قره و الله اعلم. آفرین. اعوذ من از شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله صمد. قل هو الله احد. الله صمد. لم یلد ولم یولد. کفوا احد. خب ببین چند اشتباهات داشت. یه بار از من آروم کن. کجاست؟ آروم تر. اعوذ من از شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله پسر. قل هو الله احد. درسته. الله الصمد. درسته. لم یلد. لم صداتون قطع و بس میشه. صدام قطع. بلند. یاده. خوبه صدا؟ صدا. بله. الان
چند تا نمیدونست که بادرنگ انار، گل، خورشید. آفرین. پس اینا رو بین کنیم. این بالا بوده الحمدلله. شما مادر بزرگ من قرآن میخونه. آفرین. آقای ماست دو تا داداشای عزیز فقط تصویرتون باشه تا بعد صدا بهتون بدم. الان آقای کارگری جواب ده. آقای کارگری میشه سوره توحید واسه دوستت بخونی؟ دوستای کلاسی؟ بله. بفرمایید. قربون بله. اعوذ بالله. اعوذ بالله. من الشیطان الرجیم. آفرین پسر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. چقدر واضح و قشنگ خوندی. شما رو حالا صدای شما رو بگیرم صدا بدم به دوستای عزیز دو تا داداشای خوب. آقای سید محمد تاها، اونی که سید محمد تاها دستشو بره بالا. خب آقای سید محمد تاها بی جلو، بی جلو پسرم. سلام. سلام. آقای سید محمد با سوره کوثر رو بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا اتنا که کوثر. کوثر. اصل به رب که و هم. اینا اتنا که شانه که. این شانه که. هوال افتن. خب سید محمد. عبدال. حالا بریم داداش چجوری میخونه سوره کوثر. آقا سید مهدی حوصله نداری؟ حوصله نداری سید مهدی؟ سید مهدی سلام خوبی؟ شما میشه بارم. سوره کوثر رو بخون. داداش جان گوش کن بخون. آقا سید مهدی بخونه. سید مهدی بخونه. درست گفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اتنا کل کوثر فصل به رب کون ها و بر شانه این نشانه اکم. خیلی قشنگ میخونه. یه کوچولو های کوچولو دوتا ایتون غلط داری. یه بار به من گوش بدین. یه بار دوتا بخونم. بفهم پسرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اتنا کل کوثر. خب فصله به رب بکه. انا ببین میگه فصله لرب بکه ونهر. فصله لرب بکه ونهر. فصله به رب بکه ونهر. یه بار من بگم. فصل ل فصل ل ل رب بکه و نهر. حالا بگو. فصل ل رب بکه و نهر. خب انا انا عشان انا انا عشان که مبر عبتا سقط الله العلی العظیم. از مامان عزیزم تشکر میکنم که دوتا بلاخره. من ببارم جان. من ببرسم. نفهمیدم صداتو. صدات میپیچه. من ببرسم. چرا بگی پسرم. مامان عزیز از شما تشکر میکنم پسرم به این خوبی. خود زحمتشونم زیاده. یه مقدار دادی.
سوره کوثر رو وقتی که دارین کار انجام میدین بچه دوتایی با هم اگه کار کنن بهتر میتونن، بعضی کوچولو غلط دارن و تمرین تکرار کنن. ازتون ممنون مادر عزیز. آقای سید محمد طه، آقای کارگری، آقای کارگری سلام. خب صدای منو داری آقای کارگری؟ چی؟ صدای منو داری؟ بله. دوستتون، دو تا دوستتون آقای سید، همکلاسیتون سید محمد طه و سید مهدی طه طالبی میخوان یاد بگیرن سوره کوثر رو که کوچولو غلط دارن، غلطاشون رو از شما یاد بگیرن. سوره کوثر رو بخون آهسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک المنهی ان شانک هو الابتل. صدق الله العلی العظیم. آفرین، آفرین به هر ستاتون. من